21 فروردین ماه 1395 خورشیدی و 6 آوریل 2016 میلادی. در برنامه امشب صفحه آخر میپردازیم به اختلاف خامنه ای و رفسنجانی سر موضوع جانشینی رهبر. کسی یادش نمیره که همراهان خمینی تو اون پرواز انقلاب به اصطلاح کیا بودن؟ بیشترشون به تیر خمینی گرفتار شدن. آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور با خشونت کنار گذاشته شد. صادق قطب‌زاده اعدام شد. لاهوتی آیت الله لاهوتی تو زندان درگذشت، اونطور که میگن مسمومش کردن. آیت الله مطهری رو گفتن گروه فرقان ترور کرده. گروه فرقان همچنان در حاله ابهامه. بعد دوره آیت الله خامنه‌ای، اول احمد خمینی رو میکشن تا خامنه‌ای بدون مزاحمت بشه رهبر، گرچه خود احمد خمینی از فردای اعلام درگذشت آیت الله خمینی در رهبر شدن خامنه‌ای نقش تعیین کننده داره. رادیوهای خارجی خبر رحلت رو اعلام میکنن و بعد هم رادیو خودمون اعلام میکنه با اون پیام، قرائت پیامی که انجام شد. بعد یک جلسه ای هست بین این سه بزرگوار، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله هاشمی و آیه سید احمد آقای خمینی، و اینجا تصمیم اساسی گرفته می شود که در وضعیتی که هست بهترین گزینه آیت الله خامنه‌ای است و روی این باید کار بشه. و یه شرطی هم هست که در کارها ایشون با این دو بزرگوار مشورت کنند. به گفته آقای دکتر مهدی خزعلی، این رهبری آقای خامنه‌ای قرار بود است موقت باشه و به محض مجتهد شدن احمد خمینی میبایستی او به رهبری بلا منازع نظام میرسید و میشد جانشین قدر قدرت باباش، که البته همیشه هم نزدیکترین فرد به خمینی او بود و نزدیکترین فرد به سیاست های آیت الله خمینی احمد خمینی بود و گفته میشود که خیلی هاش هم او اصلا دیکته میکرد یا ابلاغ میکرد. باری این بحث جدایی است که بارها و بارها در صفحه آخر صحبت کردیم، ولی به هر حال بعد از این توافق ظاهرا خامنه‌ای و رفسنجانی خلف وعده می کنند، احمد خمینی رو به بازی نمی گیرند و او هم که در اول این بازی بارها سخنرانی کرده بود در حمایت از رهبری خامنه‌ای می شود منتقد خامنه‌ای و رفسنجانی. خامنه‌ای به عنوان رهبر و رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور و میشه منتقد تند دولت رفسنجانی. اینا رو مفصل در برنامه‌ای که به زندگی و قتل سید احمد خمینی پرداختیم گفتیم. خامنه‌ای و رفسنجانی دو قرار مهم گذاشته بودن با سید احمد خمینی. یکی اینکه در امور مملکتی باهاش مشورت کنن و او رو در جریان بذارن، که مشورت نکردن و او رو در جریان نذاشتن. و دوم اینکه سید احمد و رفسنجانی پایه بشن برای اینکه خامنه‌ای رهبر بشه، با این هدف که رهبری از دست این سه نفر خارج نشه تا زمانی که شرایط برای رهبر شدن خود احمد خمینی آماده بشه. یعنی رهبری آیت الله خامنه‌ای قرار بود موقت باشه برای یک دوره 10 ساله، و بعد از 10 سال در طول این 10 سال های سید احمد آقا جایگاه اجتهادش و عضویت خبرگانش و اینها شکل میگیره و 10 سال بعد بعضی از آقایون نظرشون که ایشون به رهبری برسن. خب 6 سال بعد بیشتر کفاف نداد، بعد از 6 سال ایشون در واقع به لقاء الله میبستن. سعید امامی که معروف شد به مسئول اول قتل‌های سیاسی و قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 و اینها، در اعترافاتش میگه که سید احمد خمینی رو به دستور آقایون کشتیم. میگه وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. 2 روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح یزدی رفتیم. آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آنجا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند رحم کرد. خب یکی دیگه توی این همراهان خمینی بود و در دوره خامنه‌ای کنار گذاشته شد، موسوی خوینی ها، که دوره خمینی دادستان کل کشور بود و رهبر گروگانگیری سفارت آمریکا بود و الان بهش میگن رهبر معنوی اصلاح طلبا. از همه سمت ها کنار گذاشته شده یا خودش کناره گرفته و شده مخالف خامنه‌ای.
مثل خیلی اصلاح طلبای دیگه. اما دو نفر دیگه که توی این عکسایی که دیدین نبودن و نیستن، یکی آیت الله منتظری بود که دوره خمینی از قدرت کنار گذاشته شد و یکی هاشمی رفسنجانی است که این روزا تلاش می‌شود که از قدرت کنار گذاشته بشه. هاشمی رفسنجانی از جهات گوناگون برای خامنه ای مهمه، از جمله اینکه در طراحی رهبر شدن خامنه ای نقش تعیین کننده داشت. جنگ قدرت بین این دوتا چیز پنهانی نیست. در هر دو طرف این جبهه جنگ قدرت هم یه اردوگاه شکل گرفته آشکارا. یکی جبهه خامنه ای است که عقبش دسته های چماقدار و انصار حزب الله و مداها و فرمانده های سپاه و بسیج و اینا هستند، و یکی هم جبهه رفسنجانی است که عقبش اصلاح طلبا و بخشی از وزارت اطلاعات و مراجع غیر حکومتی حوزن. در واقع مجموعا جبهه‌ای که سال 92 روحانی رو رئیس جمهور کرد، سال 94 هم اصلاح طلبا رو فرستاد مجلس. طبیعی است که اختلاف‌ها سر مسائل واقعی روز علنی می‌شود. این مسائل واقعی هم بیشتر به طور طبیعی باز بین رهبر و رئیس جمهوره، چون مسائل جاری کشوره، نه بحث‌های حوزوی. مثلا تو دو سال گذشته بارها دیدیم که خامنه‌ای و روحانی با صراحت علیه هم سخنرانی کردن، یا اصلا سخنرانی کردن تا جواب همدیگر رو بدن. یعنی اختلاف انقدر علنی و صریح شده که حتی به فاصله یک روز علیه همدیگه موضع میگیرن. گرچه ملت بزرگ ما که همیشه پیشگام بودند، برجام را در هفته اسفند سال گذشته کلید زدند. برجام دو که همون اقدام مشترک ملی است، در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد. در قضیه هسته‌ای توافق شد، این اسمشو گذاشتیم برجام. برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذلک بایستی به وجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنن این منطق رو در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنن. در ادامهش هم میگه که این منطق و تلاش دشمنه. این همون فشاری است که جبهه رفسنجانی در واقع به خامنه‌ای وارد میکنه. همین فشار هاست که باعث میشه خامنه ای بیاد، توجه کنین، و 30 دقیقه تقریبا سخنرانی میکنه. بیش از 6 دقیقهش رو اختصاص میده به 4 تا کلمه که از قول رفسنجانی رو توییت نوشته شده. مثلا رهبر و ولی فقیه مسلمین جهان است، و اما اینجوری گیر میده به 4 تا کلمه که اگه واقعا خامنه ای نگفته بود عمرن اینقدر این 4 تا کلمه پخش میشد. ببینید، دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه دنیای موشک ها. این توییتی بود که روزهای اول امسال و در اوج چالش موشکی بین ایران و غرب در حساب کاربری منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی منتشر شد. اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه، خب ناآگاهی است. اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه، خب ناآگاهی است. از روی آگاهی اگر گفته شده باشه، خیانته. بلافاصله بعد از این بیانات، رسانه‌های نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند این حساب توییت ارتباطی با شخص آقای هاشمی رفسنجانی نداشته و مطلب منتشر شده با هماهنگی شخص آقای هاشمی نبوده. حالا امروز خود آقای هاشمی در دیدار دبیر و مدیران دبیرخانه مجمع رسما ارتباط توییت مربوط و به خصوص مطلب جنجالی منتشر شده با خودش رو رد کرد و گفت حفظ و توسعه توان موشکی خیلی هم ضروریه. بله، بعد رفسنجانی گفته بوده است که این توییت، این نوشته مال 7 سال پیش بوده است. من 7 سال پیش نگاه، چرا رفسنجانی دروغ بگه که توییت مال امروزه یا 7 سال پیش، یا به هر حال نگه که مال بستگانشه یا مال خودشه. یه موضوع روشنه،
اینکه این دویار قدیمی و دویار قدیمی آیت الله خمینی هیچ تماسی با هم ندارن که از همدیگه جویای چند و چون جریانات بشن و رهبر معظم میاد علناً میگه رفسنجانی خیانتکاره، چون قطعا نمیگه که رفسنجانی عقلش نمیرسه، که میگه اگر ناآگاهی باشه خب ناآگاهیش میدونه که رفسنجانی از ناآگاهی نمیکنه، همه میدونه، میگه اگرم آگاهانه باشه خیانت. بعد از همین سخنرانی تند خامنه ای، بعد ببینین رفسنجانی چجوری از خامنه ای میاد تعریف میکنه، یه جوری که اینو پیشا پیش میگم که حواستون باشه، یه جوری که واقعا آدم یاد خبرگان سال 68 میفته که رفسنجانی از قول خمینی آمد خامنه ای رو رهبر کرد. رفسنجانی میگه بارها گفتم، هم به عنوان همه هفته پیش ها گفته اینو، بارها گفتم هم به عنوان اصل ولایت فقیه باید از رهبری نظام حمایت کرد و هم به عنوان شخص ولی فقیه کسی بهتر از آیت الله خمینی، ببخشید من یه بار دیگه اینو میخونم چون مهمه، بارها گفتم هم به عنوان اصل ولایت فقیه باید از رهبری نظام حمایت کرد و هم به عنوان شخص ولی فقیه کسی بهتر از آیت الله خامنه ای نداشته و نداریم. ببینید درست این همین جمله است که سال 67 تو مجلس خبرگان گفت، منتها گفت خمینی این جمله رو گفت. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم، شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتم هیچ وقت، فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود، اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای، موافق هستن قیام بفرمایید. خب الان هم احتمال ریاست رفسنجانی بر خبرگان رهبری هست و بس و این بار هم یه همچین کارهایی بکنه و مسیر رو به کلی به طرفی که میخواد ببره. آقای خامنه‌ای به این چیزا فکر نمی کنه. مهم این دوره مجلس خبرگانه. دوره مجلس خبرگان 8 سال است و معلوم نیست تا 8 سال دیگه خامنه ای زنده بمونه. در انتخاب رهبر، رهبر آینده، ملاحظه خدا رو بکنید، احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشه به این آزمایش احتمال کمی نیست. اون وقتی که بناست انتخاب بشود رهبر، ملاحظات و رودرواسی ها رو بذارن کنار، خدا رو در نظر بگیرن، وظایف رو در نظر بگیرن، نیاز کشور رو در نظر بگیرن، بر این اساس رهبر انتخاب بشود. آینده نظام جمهوری اسلامی به همین جانشینی خامنه ای مربوطه. یک نظام متمرکز ایدئولوژیک آخوندی قطعاً کی بودن جانشین رهبر مخصوصاً برای جناح‌های حکومت بسیار مهمه. مسیر رو میتونه جابجا بکنه. برای همینه که جناح خامنه‌ای از همین الان رفسنجانی رو با منتظری مقایسه میکنه که دکش کنه. دیدین دیگه، مام جواد لاریجانی که سخن پراکنیاش از هر من از شمسه آمد گفت رفسنجانی میتونه منتظری دوم بشه. میگه نمونه بارز افرادی مانند هاشمی رفسنجانی که ریل عوض کردند آیت الله منتظری بود. در خدمت آقای اکبر گنجی هستیم. آقای گنجی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من اجازه بدین که همین الان نخستین پرسش رو ازتون بکنم تا یه دفعه بریم توی بحث. ببینید تا قبل از انتخابات همین سال 94 خبرگان بارها رفسنجانی از شورایی شدن رهبری حرف میزد. چرا؟ اولا چرا دیگه نمیگه؟ الان مدتی است، بعد از انتخابات دیگه هیچ صحبتی نشده از این، از طرف رفسنجانی گفته نشده است که شورایی هم میتواند بشود. ثانیاً اصلا شورایی شدن رهبری نظام به عنوان یک احتمال تو قانون اساسی قبل بود، تا سال 88 فکر میکنم بود که سال بازنگری قانون اساسی، بعد از بازنگری دیگه این و اون تیکه برداشته شد و فقط نوشته شد که رهبری فردی است، باید حتما یک اعلمتر و اصلحتر باشد. در نتیجه این حرفی هم که رفسنجانی حتی تا قبل از انتخابات 94 میزد اصلا خلاف قانون اساسیه و قطعا رفسنجانی اینو میدونه. پس چرا تا همین اواخر میگفت رهبری شورایی؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان گرامی که دارن برنامه رو میبینن. آقای هاشمی رفسنجانی همونجور که خودتون هم شهر دادید و آقای خامنه‌ای درگیر جنگ قدرت هستن و تو این جنگ قدرت که یک طرف آقای خامنه‌ای فرماندهان سپاه نیروهای نظامی امنیتی و مریدان آقای خامنه‌ای هستن و این طرف آقای هاشمی رفسنجانی هستش، آقای حسن روحانی نیروهای اعتدالی نیروهای اصلاح طلب هستن و یه درگیری هستش که ابعاد جهانی داره، یعنی تو سیاست خارجی ابعاد منطقه‌ای داره، تو سیاست ایران تو منطقه با کشورهای منطقه و ابعاد داخلی داره و تو این جنگ چیزهای مختلفی مطرح میشه، از جمله همین بحثی که شما گفتید، بحث شورایی کردن رهبری که آقای هاشمی رفسنجانی بارها مطرح کردش، با اینی که آقای هاشمی رفسنجانی خودش یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بودش و بهتر از من و شما قانون اساسی رو بلده و میدونه که تو قانون اساسی شورای بودن رهبری وجود نداره. خب چرا آقای رفسنجانی رو مطرح میکنه؟ چندین احتمال به ذهن متبادر میشه. احتمال اول اینه که آقای هاشمی تو این جنگ قدرت این مسئله رو مطرح میکنه برای تضعیف موقعیت فعلی آقای خامنه ای و هم اینکه رهبر فردی نباید باشه، شورای باید باشه. خب طبعا این ذهن تو جامعه وجود میاد، خب چرا الان فردی هستش؟ این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که آقای هاشمی داره زمینه سازی فکری میکنه برای آینده و این ایده رو تو جامعه میپراکنه که بعد از اینکه آقای خامنه‌ای مرد دیگه نباید رهبری فردی داشته باشیم و دیگه نمیتونیم رهبری فردی داشته باشیم. این احتمال دومه. اما یه احتمال سومی هم وجود داره که اون احتمال سوم اتفاقا با قانون اساسی فعلی سازگاره و من ندیدم تا امروز کسی اونو مطرحش کنه. من احتمال میدم که یه همچین چیزی پس ذهن هاشمی باشه. خب ببینید، مطابق قانون اساسی انتخاب و عزل رهبر با مجلس خبرگان رهبریه. خب رهبر انتخاب کردن و میگن اگه شرایطش رو دست بده این مجلس خبرگان میتونه اونو عزلش بکنه. اما رفتن کنار گذاشتن رهبر فقط از این راه عزل رهبر از طریق قانون اساسی نیستش، از طریق مجلس خبرگان رهبری. از یه راه دیگه‌ش هم اینه که خب رهبر بمیره. خب موقعی هم که رهبر بمیره، رهبر کنار رفته و بعد رهبر جدید انتخاب بشه. اما یه راه دیگه هم اینه که رهبر کنارگیری بکنه از قدرت. اینم یه راه هستش. اصل 111 قانون اساسی به این موارد پرداخته که میگه که اگر مجلس خبرگان تشخیص بده که رهبر عزل بکنه، خب این یه راهشه، یا در صورتی که رهبر فوت بکنه یا کنارگیری بکنه. پس سه تا احتمال شد: فوت، کنارگیری و عزل. خبرگان، مجلس خبرگان موظفن که یه جانشین برای رهبر به سرعت انتخاب کنن. خب الان یه فاصله میشه بین کنارگیری، فوت، عزل رهبر تا انتخاب رهبر جدید. خب تو این موقعیت تکلیف چیه؟ این بند قانون اساسی، این اصل قانون اساسی میگه یه شورای رهبری تشکیل میشه که مرکب از سه نفره، یکی رئیس جمهوره، یکی رئیس قوه قضاییه است، یکی از فقهای شورای نگهبانه که اون فقیه شورای نگهبانو بعد مجلس خوب تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب بکنه که مجلس تشخیص مصلحت نظام هم الان ریاستش با آقای هاشمی رفسنجانیه. خب حالا الان رئیس جمهور فعلی که حسن روحانی، رئیس قوه قضاییه هم صادق لاریجانیه و اون مجمع هم باید یکی از فقها رو انتخاب کنه. حالا نکته اینه که میگه که در همین بند قانون اساسی میگه که اگر رهبری بر اثر بیماری یا یه حادثه دیگه، این اضافه بر اون مواردی که قبلا گفتم، در آخر همین اصل میگه اگر رهبری بر اثر بیماری یا یه حادثه دیگه موقتاً، این دور کنار گذاشته نمیشه، موقتاً مثلا نمیتونه انجام وظایف بکنه، ناتوان میشه،
در این مدت هم دوباره همون شورایی که الان گفتیم وظایف اونو به عهده میگیره تا رهبر بتونه برگرده. خب حالا کاری که هاشمی رفسنجانی به گمان من داره میکنه مانور روی این اصله، یعنی هاشمی داره تو جامعه همچین چیزی رو جا میندازه. به جامعه چی میگه؟ میگه آقای خامنه‌ای بیماره، آقای خامنه‌ای یه آدم به شدت عصبی هستش، به همین دلیل نمیتونه رهبری رو ادامه بده و باید موقتاً یه همچین شورایی بیاد و عهده‌دار بشه. خب هاشمی چجوری این کارو میکنه؟ هاشمی یه موازی میگیره و با اون موازه آقای خامنه‌ای که خودش شخصا یه آدم عصبی هست اونو به واکنش‌های تند عصبی وادارش میکنه و وقتی خامنه‌ای یه همچین واکنش‌های تندی نشون میده تصویرش تو جامعه همونی میشه که اون اصل بیان کرده که این آدم ناتوان از رهبری است. مثلا هاشمی میاد یه موضع‌گیری راجع به سوریه میکنه، سخنرانی رفته بود کرده بود راجع به سوریه یه چیزی گفته بود که بشار اسد داره مردم سوریه رو میکشه، بعد آقای خامنه‌ای و مریدارش اومدن واکنش تند نشون بدن، عصبانیت شدید نشونن، بعد هاشمی گفت اصلا من چنین چیزی نگفتم، اونا هم نوارش هم داشتن، نوارش هم منتشر کردن. یا هاشمی میادش چیکار میکنه مثلا مسئله سوریه نباشه راجع به آقای خمینی خاطره تعریف میکنه، میگه آقای خمینی اینجوری گفت به من، بعد آقای خامنه‌ای به شدت عصبانی میشه میره تو حرم آقای خمینی، سالگرد آقای خمینی، سخنرانیشو میذاره تحت عنوان تحریف امام، با شدت و عصبانیت آقای هاشمی رو میکوبه، حسن روحانی رو میکوبه، اصلاح طلبان رو میکوبه که همه اینا دارن امامو تحریف میکنن و امام اصیل و تحریف نشده اینه که من میگم. یا همین مورد آخری که شما الان اشاره کردی، هاشمی چیکار میکنه؟ یه کار ساده میکنه، یه توییت کوچیک میذاره که دنیای فردا دنیای گفتمانه نه دنیای موشک، چون اینا چند روز پیشش موشک هوا کرده بودن، رو موشک هم نوشته بودن که اسرائیل حتما از صحنه روزگار محو میشه و خب معلومه که این کارو چرا میکنن، این کارو میکنن که دولت روحانی نتونه کار بکنه، یعنی دولت رفته توافق اصلی کرده، همه مردم منتظرن تحریما بره کنار و دولت بتونه کار بکنه، زندگیشون مشکلاتشون حل بشه، اینا هم دائما دارن یه کارایی میکنن که تحریما لغو نشه. ما اگه برگردیم آقای گنجی، برگردیم به همون صحبت احتمالات که شما فرمودین و اینکه هاشمی این کارو میکنه، هاشمی رفسنجانی این کارا رو میکنه به عمد و آگاهانه برای اینکه واکنش عصبی نشون بده، میدونیم که بله اینا در یک چارچوب به هر حال اندککی دموکراتیک میتونه در چشم انداز قرار بگیره، ولی وقتی همه چیز با زوره، رهبر شدن هم با زور و با توطئه است و با باندبازی و اینها، خامنه ای تا نمیره چون این چیزی آخه تصورش فقط یک خیال خامه، مگر اینکه بمیره و خب در اون صورت بله اون دوره موقت شورای اگر مجلس خبرگان انتخاب نکنه فردی رو یا یکی، به هر حال میگم با همین دستبندی ها انجام، وگرنه جز این فشار آوردن به خامنه ای برای اینکه او رو عصبی بکنه و نشون بده که این همون نکته که شما فرمودید صلاحیت رهبر بودن نداره، این به نظر نمیاد که یک احتمال واقعی باشه با توجه به اینکه تمام نظامیان نگر میدارن آقای نظامی منظورم سپاه و بسیج. بله بفرمایید. این الان مؤثر بوده این شیوه، یعنی ببینید همین توییتی که آقای هاشمی گذاشت، آقای خامنه‌ای اومد با این تندی گفت این خیانت به کشوره، خب تصویر جامعه از آقای خامنه‌ای چی میشه؟ یک کسی هستش که الان آدم عصبی هستش و کاملا نشونه‌های بیماری‌های روحی روانی توش دیده میشه و خب آقای هاشمی یه همچین توییتی گذاشته، اصلا 100% هم میگیم خودش این کارو کرده. خب حد اکثر اینه که آقای خامنه‌ای میتونه بیاد بگه که آقای هاشمی این حرفی که زده کاملا غلطه، اما اتهام خیانت به کشور یه اتهام بسیار بسیار بزرگیه و چه کسی هم که حرفی رو میزنه؟ خب شما ببینید آقای خامنه‌ای موقعی که هر سال در روز اول فروردین در مشهد مهمترین سخنرانی سالانه خودشو میکنه دیگه تا یه ما سخنرانی نمیکنه، 15 روز که اصلا مملکت 20 روز تعطیله سخنرانی میکنه، چی شد که آقای خامنه‌ای یه دفعه در عرض چند روز دوباره درست میفرمایید که واکنش عصبی، ولی به هر حال بی حساب کتاب هم نیست، خب اونم طرفدارای خود شده، یعنی در واقع جنگ میدونید جنگ قدرت بلوکه میشه در حقیقت و خب در واقع جناح خامنه‌ای اگر بشود گفت اینها در قدرت مسلطن
و با این فشارها ای بسا بتونه حذف بکنه اصلا رفسنجانی رو. درسته، اونم یه احتمال. نه اجازه بدید من نکتهمو بگم. آقای خامنه‌ای با این واکنش عصبی که نشون داد چی داره میگه؟ ببینید داره به جامعه خودش هم داره این پیامو القا میکنه که آقا من مریضم، مثلا بیماری که آقای خمینی داشت، داره به جامعه این پیام آقای خامنه‌ای میده، آقا من بیمارم، دارم میمیرم، باید تکلیف جانشینم رو روشن کنم سریع، وقت ندارم و تو این وقت کوتاه باید این کار رو انجام بدم. اولین کار اینه که آقای خمینی چیکار کرد؟ اومد آقای منتظری رو عزلش کرد، کنار زدش. خب آقای خامنه‌ای هم موقعی که میاد میگه هاشمی خائنه، عملا حتی اگر کارهای دیگه باش نکنه، عملا هاشمی رو از آلترناتیو بودن خارج میکنه. یعنی حتی اگر آقای خامنه‌ای بیماریش بیماری نباشه که الان در حال مرگ باشه و مرگش به این سرعت نباشه، چهره یعنی هاشمی بازی رو برده. یعنی هاشمی کاری کرده که خامنه‌ای مجبور شده یه چهره بیمار، چهره ناتوان، چهره در حال مرگ از خودش نشون بده که به سرعت باید تکلیف رهبری رو روشن بکنیم. لذا ببینید این یه کار دوسویه است. هم هاشمینا دارن میکوشن بگن آقای خامنه‌ای بیمار در حال مرگه، هم خامنه‌ای خودش این تصویر رو داره به جامعهشون میده. چجوری؟ هم با واکنش‌هایی نشون میده و هم با سخنانی که میگه. همین سخنی که تو دیدارش با مجلس خبرگان قانون اساسی گفت که شما الان پخش کردید، اونجا میگه، میگه چه بسا که این مجلس بعدی مجلسی باشه که بخواد رهبر انتخاب کنه. آقای خامنه‌ای 29 فروردین وارد 78 سالگی میشه، تو این سن مرگ طبیعیه. آقای خامنه‌ای دو تا عمل پشت سر گذاشته و بعضیا میگن جریان سرطانش جدی هستش، بعضیا میگن نه این چهره بیمار از خودش نشون میده تا مظلوم نمایی بکنه. در هر صورت این جنگ قدرتی که الان داره پیش میره، آقای خامنه‌ای میخواد قبل از مرگ خودش با توجه به همون سوابقی که گفتید جانشینی خودش رو مدیریت بکنه. یعنی مدیریت مرگ خودش و مدیریت تعیین جانشین خودش رو بر عهده گرفته که آلترناتیوایی که رقیب هستن و ایشون نمیپسنده رو بزنه، حذف بکنه و کسانی رو که دوست داره جانشین بکنه اونها رو مقدماتش رو آماده کرده، بیشتر آماده بکنه و رهبر رو جانشین خودش رو تعیین بکنه. خب حالا در پیوند با همین نکته که فرمودین، یعنی مدیریت در واقع جانشینی خودش در انتخابات، بذارین بریم روی این موضوع. در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همین سال 94 شما آمدین خیلی فعال بودین توی بحث در واقع در این زمینه ماها، و یک مثلثی مطرح کردین، اسمش هم گذاشتین مثلث جیم، جنتی، یزدی و مصباح یزدی، مثلث جیم که اصلاح طلبا و اعتدالیون به اصطلاح الگو کردن واسه حذف این ستا و اینا هم حذف شدن از مجلس خبرگان. یادمونه دیگه اون لیست تهیه کردن و لیست 30 نفره و بعدن نمیدونم در پیوند با مجلس خبرگان هم به هر حال این طرح موفق شد، گرفت. حالا اخیرا درباره جانشینی خامنه‌ای باز یه جمع 3 نفره دیگر رو شما مطرح کردین که البته فیلسوفا میگن که از هراکلیت تا حالا که در یک رودخانه دوبار نمیشه شنا کرد، حالا شما میخواین بار دوم هم شنا کنین، نمیدونم که این میگیری یا نه. یک جمع 3 نفره دیگر رو مطرح کردین شما که اردوی خامنه ای رو در واقع وادار میکنه که رو اینا حساب بکنه، یعنی در واقع با این استراتژی، چون روی اینا حساب کرده است حالا، یعنی روی این مثلثی که شما مطرح میکنین هم باید حساب بکنه. اسم گذاشتین مثلث حخل که هاشمی شاهرودی است برای ه و مجتبی خامنه‌ای است برای خ و صادق لاریجانی برای لام. گفتیم که اینا هستن که در واقع خامنه‌ای مدیریت میکنه که اینها یکیشون بشود رهبر بعدی. رو چه حساب این 3 نفر رو مطرح میکنین آقای گنجی؟ خب به هر حال ببینید از طرف نیروهای اعتدالی و نیروهای اصلاح طلب که کاندیداهاشون اینا نیستش، اگه از اونا بپرسید هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سید حسن خمینی، محمد خاتمی، اونا نامزدهای اونا میتونن. بله اینا رو مطرح کردین برای حذف مثل همون مثلث جیم. اونا رو آقای خامنه‌ای، خب معلومه که آقای خاتمی که الان اصلا ممنوع تصویر و ممنوع سخنرانیه که نمیتونه رهبر بشه، یا
هاشمی رفسنجانی که آقای خامنه‌ای میگه خیانت کرده که نمیتونه رهبر بشه. پس ما اومدیم گفتیم که ببینیم آقای خامنه‌ای چه کسانی رو میخواد رهبر بکنه، جانشین خودش بکنه، و برنامه ریزی سالیانه کرده از قبل ها، از سالها قبل برای رهبری. همین مثلث هخله که این هاشمی عراقی که خودش هاشمی شاهرودی معرفی میکنه، صادق عراقی که خودش صادق لاریجانی معرفی میکنه، و مجتبی خامنه‌ای. آقای هاشمی شاهرودی و آقای صادق لاریجانی هر دوشون متولد عراق هستن. از اول شروع کنیم که اولیش مجتبی خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای مطلوبش در درجه اول اینه که فرزند خودش مجتبی خامنه‌ای بشه رهبر، و دنبال این است. بیش از هر کسی اونو میپسنده. نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی، نیروهای سایکوپگر هم سالهاست با مجتبی کار کردن. مجتبی خامنه‌ای شاگرد آیت الله مصباح یزدی بوده، پیش آقای شاهرودی هم درس خونده، پیش پدر خودش هم درس خونده، که آقای مصباح یزدی شما میدونید از نظر آقای خامنه‌ای ایدئولوژی نظام و ایدئولوژی افراطی ترین نیروهای همین نظام از جمله جبهه پایداری هستش. خب آقای خامنه‌ای استان خراسان رضوی هم بعد از درگذشت آیت الله طباسی ترکیبش رو به گونه چیندش که به سود مجتبی خامنه‌ای تموم بشه. یعنی اعلم الهدایی که یکی از نیروهای افراطی هستش مثل مصباح یزدی رو کردش نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، دوماد جنایتکارش ابراهیم رئیسی رو کردش تولیت استان قدس رضوی. اون موقع اعضای جبهه پایداری رو که با تقلب تو انتخابات مجلس شورای اسلامی کردنش 5 تا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهر مشهد. حالا حساب کنید استان قدس رضوی که خودش یک قدرت بسیار بسیار عظیم اقتصادی غیر قابل کنترل و غیر نظارت هستش، الان میتونه در خدمت آقای مجتبی خامنه‌ای باشه. میل آقای خامنه‌ای در درجه اول و مریدانش نیروهای نظامی افراطی امنیتی به مجتبی هستش که شما میدید اولین بار آقای کروبی تو نامه اعتراض به انتخابات 84 اسم ایشون رو آوردش میون که گفتش ایشون تو انتخابات مستقیما دخالت کرده و تو این تقلب نقش داشته به سود آقای احمدی نژاد. و همون موقع که آقای ناطق نوری رهبری ائتلاف اصولگرایان رو به عهده داشتش و کاندیداشون علی لاریجانی بود، موقعی که در آخرین دقایق آقای مجتبی خامنه‌ای احمدی نژاد رو جایگزین کرد و انتخاب کرد و گفت بعد این باشه، بلند شد رفت پیش آقای خامنه‌ای و اعتراض کرد به عنوان رئیس بازرسی بیت رهبری به آقای خامنه‌ای که این آقازاده شما همه برنامه‌های ما ریخته به هم. اونجا آقای خامنه‌ای بهش جواب میده ایشون آقازاده نیستن، ایشون برای خودش آقای هستن. از همون موقع ها بودش که مجتبی تو کارا دخالت میکنه و تو سرکوب های جنبش سبز انتخابات 88 که تقلب بزرگ کردن به احمدی نژاد و با 24 میلیون اعلام کردن رئیس جمهوره، از همون موقع هم بحث مجتبی بیشتر داغ شدش که تو سرکوبا نقش داره. خب همه اینا هستش، ولی در این حال یه سنتی هم، یعنی آقای خامنه‌ای هر کار دلش بخواد نمیتونه بکنه. سنت این بوده که خب آقای خامنه‌ای بعد از خودش آیت الله خمینی پسر خودش رو رهبر نکرد، جانشین خودش نکرد، یعنی نیومد بگه احمد خمینی باید بیاد جانشین من بشه. و تا موقعی هم که آقای خمینی زنده بود، اگرچه احمد قدرت داشت، ولی آقای خمینی موقعی که می‌خواست کاندید ریاست جمهوری شه چیزی بشه، گفت از بیت من کسی نباید تو مسئولیت توی سیاسی و اقتصادی باشه. اینو آقای خمینی شخصا چندین بار گفت. آقای خمینی هم خامنه‌ای هم سعی کرده این ظاهر حفظ بکنه، یعنی ظاهرا فرزندان ایشون تو مسائل اقتصادی و تو مسائل سیاسی مسئولیت رسمی ندارن، اگرچه یه بیت عریض و طویلی ایشون درست کرده بعد آقای خمینی که آقای منتظری تو باشه تو اون سخنرانی معروف 13 رجب گفتش که یه سلطنتی، بارگاه سلطنتی ایشون برای خودش درست کرده. ولی در این حال آقای مجتبی خامنه‌ای چیز نداره، سوابق مدیریت رسمی نداره، ولی هاشمی را چون رهبر مطابق قانون اساسی علاوه بر اجتهاد باید مدیر و مدبر باشه. هاشمی شاهرودی و این آقای صادق لاریجانی، اینا هر کدومشون 10 سال سابقه، غیر از عضویت شورای نگهبان 10 سال سابقه مدیریتی ریاست قوه قضاییه رو دارن.
هاشم شارودی تو عراق به دنیا اومده، تو اول انقلابم که انقلاب اسلامی پیروز شده ایشون ساکن عراق بوده، بعد از انقلاب ایشون میاد تو ایران، بعدم که میاد ایران میشه رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، و تو اون زمان به عنوان رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق بارها مصاحبه کرده و تو مصاحبه هاش تاکید کرده من عراقی هستم، من عرب هستم. خب یه فردی که تو تا دوران آقای خمینی هم که زنده بوده ایشون به عنوان عراقی و به عنوان عرب معرفی می شده، یه دفعه تو دوران آقای خامنه ای میاد آقای خامنه ایشونو میکنه عضو شورای نگهبان، میکنه عضو بعدن رئیس قوه قضاییه، و یه دفعه اگه یادتون باشه تو مجلس ششم هم این عراقی بودن ایشون شناسنامه ایشون مطرح شد و نمایندگان مجلس ششم اعتراض کردن که جنجال وسیع برپا شد. آقای هاشمی شاهرودی موقعی که رئیس قوه قضایی بود سرکوب‌های بسیاری شد، صدها روزنامه رو بستند، ده‌ها روزنامه‌نگار رو بازداشت کردند. سعید مرتضوی قاضی شعبه 1410 بود، بعد در دوره آقای شاهرودی تبدیل شدش به دادستان و قتل زهرا کاظمی تو دوران ریاست همین آقای شاهرودی اتفاق افتاد. جنایت کهریزک تو دوره ریاست آقای شاهرودی اتفاق افتاد. فرزندهای آقای شاهرودی، هاشمی شاهرودی، کسانی هستند که تو فعالیت‌های اقتصادی، تو فسادهای اقتصادی نقش عمده دارن. نیروهای عراقی دور بره ایشون زیاد هستند. یکی دیگه از نقش‌هایی که ایشون ایفا کردهش تو همین رد صلاحیت سید حسن خمینی بود. شما میدونید که 6 تا فقیه شورای نگهبان 3 تاش نامزد تهران بودش، یعنی آیت الله جنتی، آیت الله یزدی و محمد رضا مدرس یزدی، اینا تو تهران نامزد همین انتخابات خبرگان بودن. بنابر قانون اینا نمیتونستن راجب نامزدهای استان تهران اظهار نظر بکنن چون خودشون رقیب اونا بودن. میموندش 3 فقیه دیگه. 3 فقیه دیگه کیا بودن؟ هاشمی شاهرودی بود، آیت الله مومن بود، مهدی شب زنده دار بود. آیت الله مومن دفاع کردش از اجتهاد سید حسن خمینی، ولی آقای هاشمی شاهرودی صفت وایساد پشت کرد توی کفش که سید حسن خمینی مجتهد نیستش و احراز نکردن. یکی دیگه از زرنگی های آقای هاشمی شاهرودی اینه که شما ببینید سکوت کرده، تو مسائل سیاسی اظهار نظر نمیکنه و سعی میکنه با عدم اظهار نظر خودشو وجه المله بکنه و حساسیت نیروهای سیاسی رو بر نینگیزه. این در مورد این. ببینین درباره آیت الله شاهرودی، هاشمی شاهرودی، یه نکته ای که شما گذرا گفتین، اجازه بدین من یه مقدار مکس کنم روی این که ناصر قوامی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم میگه که در گفتگو با یکی از روزنامه ها میگه فکر میکنم اگر ریاست مجلس خبرگان قطعا بسیار مهمه توی همین دوره ای که الان هست، میگه فکر میکنم اگر آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ریاست خبرگان کاندیدا شوند، آقای هاشمی شاهرودی خود را برای ریاست کاندیدا نخواهد کرد، چون مباحثی درباره آقای هاشمی شاهرودی مطرح است که این موضوع در مجلس ششم هم مطرح بود، همون که شما اشاره کردین. بعد قوامی میگه و من نمیخواهم درباره آن صحبت کنم. کدوم مباحث مشخصا؟ شما خیلی گذرا گذشتید. ببینید چون مثلث حخل من دارم میگم، اگه الان بخوام به پرونده اقتصادی آقای شاهرودی و فرزندش بپردازیم مفصل میشه. اینو بذارید یک جلسه دیگه، حالا یا بنده خدمتتون باشم یا یکی از دیگه باشین تر بکنیم. بذارید این مثلث خخ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 
بگین برگردیم بعد من دوباره این سوال ازتون میکنم. من ولتون نمیکنم. بفرمایید. خواهش باشه. چشم. خدمت شما هستم. خواهش. آقای صادق لاریجانی هم متولد نجف عراق هستش. دو تا برادر دیگه‌ش هم همینجوری هستن. صادق لاریجانی هم رئیس قوه قضاییه بوده. یکی از مهمترین کاراش سرکوب جنبش سبز بود و اینو دیگه همه میدونن. هزاران نفر تو اون اعتراضات مسالمت آمیز بازداشت شدن، مردم رو تو خیابونا کشتن، بازداشت شده ها شکنجه شدن و اگه یادتون باشه زندانی های بازداشت شده نامه نوشتن، همین زندانی های معروف مثل آقای امینزاده، مثل تاجزاده، مثل عرب سرخی و بقیه بچه ها نوشتن آقا ما رو شکنجه کردن، بدترین شکنجه های قرون وسطایی اینا رو کردن. یکی از شکنجه های کوچیکی که اینا میکردن این بود که سر این زندانی های سیاسی بازداشت شده معترض جنبش سبز رو تو کاسه های توالت پر از مدفوع میکردن. این یکی از کاراشون بود که میکردن.
بعدم احکام سنگین 5 ساله 10 ساله زندان به بازداشت‌شده ها دادن. این آقای صادق لاریجانی تنها کسی که به شدت دائما سخنرانی کرده از حصر مهندس موسوی، زهرا نهنورد، مهدی کروبی دفاع کرده و اخیرا تو همین آخرین سخنرانی سر این موضوع به شدت با آقای حسن روحانی تاختش، چون آقای حسن روحانی گفتش این غیر قانونی هستش و هر کی بگه قانونی حرف خنده‌داری زده. این اومد به شدت توپید و جواب آقای حسن روحانی داد، گفتش شما قانون نمیدونید، دادستان حق داره این کارو بکنه. در مورد ممنوع تصویری آقای محمد خاتمی هم، سید محمد خاتمی هم که اینا کردن، آقای روحانی گفتش که این خلاف قانونه. آقای محسن اژه‌ای دروغ میگه، هیچ مصوبه شورای عالی امنیت ملی که بنده رئیسشم نه در گذشته داشته نه الان، و این کار شما خلاف قانونه. و باز آقای صادق لاریجانی جواب دادش که نه، دادستان حق داره این کارو بکنه. حالا شما توجه بکنید، صادق لاریجانی اتفاقا نسبت به چیز، به آقای شاهرودی، کسی هستش که آقای خامنه‌ای چون خودش یه آدم بسیار تندخوه و دائما دوست داره موازه تند رادیکال بگیره، این کار رو صادق لاریجانی که مجیزگوی آقای خامنه‌ای است به نحوه احسن انجام میده. یعنی دائما ایشون سخنرانی میکنه هر هفته، تو این سخنرانیاش تندترین موازه رو علیه برجام، علیه قرد میگیره، علیه حقوق بشر میگیره، علیه اعلام جهانی حقوق بشر میگیره، از سنگسار دفاع میکنه. یعنی خودش، داداش خودش، داداش فاسدش، اون جواد لاریجانی که زمینخواره و هکتارها هزار زمین تو خورده و تو اون زمین ها رو داره کشاورزی میکنه، اینو کرده نماینده ایران تو حقوق بشر. و این یکی از کاراش اینه که دائما به گزارشگر سازمان ملل تو حقوق بشر فحاشی میکنه، حتی کی میکنه، آقای ظریف بارها رفته به عنوان وزیر خارجه مذاکره کرده، گفته آقا این آقای ظریف جواد لاریجانی رو نذارید برای این کار، از این مسئولیت بردارید. این با سخنانش باعث میشه که ایران رو دائما به برای نقض حقوق بشر محکوم بکنن، ولی آقای صادق لاریجانی کوتاه نمیاد. و برادر خودش که فاسد هم هستش، فساد اقتصادی داره، اون یکی برادرش هم داره و خودش هم داره، اینی کرده مسئول حقوق بشر قوه قضاییه. و خب شما میدونید زمان احمدی نژاد دائما همین جواد لاریجانی مجیزگوی احمدی نژاد بود، به دلیل اینکه احمدی نژاد فسادهای اقتصادیشو میدونست و بهش گفته بودش که اگه این کارو نکنی من این فسادات رو رو میکنم. به خاطر همین دائما از احمدی نژاد دفاع میکرد. احمدی نژاد یه اون سمبول و نماد غارت ملی بودش که در اون دوره صورت گرفت. حالا حساب کنید صادق لاریجانی، آقای خامنه ای از حجت الاسلامی اینو وردش تو رئیس قوه قضاییه که بعدش کردش حجت الاسلام و المسلمین، و بعدش تو آخر نامش بهش گفت آیت الله صادق لاریجانی. و بعدم آقای خامنه ای شورای دانشگاه امام صادقی که درست که بعد از وفات درگذشت آیت الله مهدوی کنی، اینو تو اون شورا گذاشتش و باز تو اونجا کردش رئیس اون شورا. و بعدم گفتش که اسلامی کردن علوم انسانی با همت و با علم و دانش آیت الله صادق لاریجانی صورت میگیره، که اولا این صادق عراقیه و اون هاشمی شاربی هم عراقی، یعنی در واقع اینا هاشمی عراقی و صادق عراقی هستن و اینا مثلث هخل تشکیل میدن، که اینا بیشترین کسایی هستن که احتمال رهبر شدن از نظر آقای خامنه‌ای دارن. ضمن که بین خود این سه نفر تمایز وجود داره در اینکه کدوم احتمال بیشتری داره. ولی سوال شما در مورد مثلث هخل که کیا هستن افرادش و احتمالش چقدره، این توضیح بود که دادم. اما اینکه طرح این چه پیامدهایی داره رو باید مستقلا خب ببینین. حالا اجازه میدین آقای گنجی برگردیم به اون نکته‌ای که عرض کردم از آقای شاهرودی. کوتاه بفرمایید، ولی خواهش میکنم اجمالا بفرمایید که چه بود اون داستانی که گفتن که در موقع در مجلس ششم مطرح شد و من نمیخوام دربارش صحبت کنم، یعنی وضع ایشون خرابه و من نمیخوام دربارش صحبت کنم و تو مجلس ششم مطرح شد درباره آقای هاشمی شاهرودی. آقای هاشمی شاهرودی یکی مشکل عراقی بودنش که تو مجلس ششم این رسما مطرح شد و گزارش تهیه شد و گزارشش هم قرائت شدش اگه یادتون باشه، که ایشون اصلا ایرانی نیستش و نمیتونه باشه، یعنی نمیتونه رئیس قوه قضاییه، چون تو قانون اساسی البته این هم فقط به صراحت در مورد رئیس جمهور اومده که رئیس جمهور باید ایرانی اصل باشه.
ولی در مورد اول انقلاب موقعی که چیز میخواست بشه رئیس جمهور جلال الدین فارسی، با اینی که جلال الدین فارسی تو ایران به دنیا آمده بود، آیت الله خمینی جلوشو گرفت و گفتش چون شبهه افغانی بودن ایشون مطرح هستش نذاش نامزد حتی ریاست جمهوری شه، رفت کنار. احمد خمینی هم اول انقلاب به آیت الله منتظری که رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود نامه نوشت و گفتش که آقا این قانون اساسی شما به صراحت توش قید کنید که رهبر باید ایرانی باشه، زاده ایران باشه، چون به هر حال اینجوری که شما باز بنویسید این قید و نذارید، در آینده ممکنه یه نفری که تو عراق یه مجتهد اعلم هستش بیاد بشه رهبر ایران و این خیلی خیلی خطرناک هستش. و جزئیاتش رو شرح داده که من تو همون مقاله مثلث هخل متن کامل نامه رو آوردم، یعنی اون خطری که اون روز احمد خمینی در سال 58 احساس میکرد امروز به واقعیت پیوسته و این آدم یکی از نامزداست و صادق لاریجانی هم یکی از نامزدا هستش. و اگر شما بگید نه آقای شاهرودی واقعا عراقی نبوده و اصلا این حرفا بی ربط، ایشون ایرانیه، خب یه فردی که دروغ میگه و به دروغ بارها میگه من عراقی هستم، من عرب هستم، من رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق هستم و میخوایم صدامو برکنار کنیم، من هنده برم بشینم اونجا ولی فقیه عراق بشم، خب یه فرد دروغگو چجوری میتونه ولی فقیه بشه؟ آقای خامنه‌ای میگه تو سال 79 میگه ولی فقیه اگر یک گناه هم بکنه لازم نیست مجلس خبرگان بذاره دش کنار، خود به خود از ولایت و رهبری ساقطه. همه آقای خامنه‌ای بنابر همین حکم خودش الان دیگه رهبر نیست، چون آقای خامنه‌ای بارها دروغ گفته، بارها گناه کرده، یکی از گناهاش همین بود که گفت احمدی نژاد نظراتش از همه بیشتر به من نزدیکه و احمدی نژاد آوردش اونجوری پشتیبانی ازش کردش، اون همه قطعنامه تصویب شد علیه ایران که الان گیر کرده ایم و نمیتونیم چجوری خودمون رو خلاص بکنیم. اینا رو چجوری خب آقای خامنه‌ای؟ آقای گنجی اون در طرح جانم بگین ادامه بفرمایید که من برگردم بفرمایید. آقای شاهرودی فرزندای زیادی داره، فرزندای ایشون فعالیت‌های اقتصادی دارن و این مسئله رسما اعلام شد، یعنی یک بار که بعضی از رسانه‌های مجازی نوشتن آقای شاهرودی مجبور شد دفترش اطلاعیه داد و این مسئله رو تکذیب کرد. اگه یادتون باشه مشاورین احمدی نژاد و که یکیشون که الان اسمش حضور ذهن ندارم همین قوه قضاییه بازداشتش کرد و بردش گرفتش و گفتش این آدمیه که مفاسد اقتصادی داره به دلیل مفاسد اقتصادی. بعد احمدی نژاد و اینا رفتن متوسل شدن با آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای با استفاده از حکم حکومتی به قوه قضاییه دستور دادش که اینو آزادش بکنید. اینو دیگه رسما همه اعلام کردن، یعنی همین آقای صادق لاریجانی اومد اعلام کردش با فرمان آقای خامنه‌ای ما اینو آزادش کردیم. بعد که برگشتش آقای هاشمی شاهرودی اینو کرد مشاور خودش، محمد شریف ملکزاده رو میفرمایین شما؟ بله بله. آقای صادق لاریجانی اومد اعتراض کرد، گفت آقا ما آدمو به دلیل فساد اقتصادی میگیریمش، بعد شما بهم دارید میکنید مشاور خودتون، خوب این که خیلی برای ما زشته. حالا درسته ما با حکم رهبری آزادش کردیم، این یک مورد مشخص بود، اما فقط مسئله این نیستش. ایشون با عراقیایی که رابطه داره که هیته گسترده ای هم داره با اونا فعالیت اقتصادی گسترده داره. میگم اینو بعد برنامه مستقل بدیم. بله. من دوست دارم که اون مثلث هخل رو بیشتر بسیار خوب ببینید، فرصتمون کوتاهه، فقط بفرمایید که اون طرح مثلث جیمو که شما مطرح کردین مابعضای عملی روشن داشت که بسیج مردم بود پای صندوق‌های رأی که در واقع رأی نه بدن به جناح مسلط و حذف اون سه نفر جیم. در واقع این مثلث هخل چه مابعضای عملی میتونه داشته باشه؟ ببینید اولا مثلث هخل برای روشنگری و بسیج مردم علیه خطریه که پیش رو هستش. نکته اول اینه که در مورد مثلث جیم همونطور که شما گفتید زمان انتخابات روشن بود، هفتم اسفند بودش، و اما در مورد مثلث هخل زمان دقیق مرگ آقای خامنه‌ای مشخص نیست. نکته دوم اینه که در مورد مثلث جیم نیروهای سیاسی و مردم کار اصلی رو انجام دادن، چون زمان مشخص بود با رأی اعتراضی و منفی خودشون رفتن و اینا رأی ندادن و با حذف اینا یه نه بزرگ با آقای خامنه‌ای گفتن. آقای خامنه‌ای تنها کاری که از روز زد جنتی رو با تقلب وارد مجلس به عنوان نفر 16 کرد و بعدم دیدید انقدر عصبانی شد که تو دیدار با خبرگان گفتش که اینکه آقای یزدی و
آقای مصباح یزدی رأی نیاوردن و وارد نشدن، این خسران عظیمی به مجلس خبرگان رهبری بوده و شأن اینا کم نمیشه. یعنی عصبانیت و موضع خودش رو نشون داد و دروغ‌های بسیاری هم گفتن، از جمله اینکه احمد خاتمی به دروغ گفتش اوباما گفته بوده به این لیست رأی ندید، به اینا رأی ندید، که این دروغ بزرگی، اوباما اصلا اظهار نظری نکرده بود. در مورد مثلث هخل، انتخاب رهبر با مجلس خبرگان رهبریه، نه اینکه مردم این کارو بتونن انجام بدن. و تو اونجا هم آقای خامنه ای و سپاه و اینا کوشش خودشون میکنن که نیروی خودشون رو ببرن، اما مردم و نیروهای سیاسی میتونن با نوشنگری و با بسیج کاملا تو این فرآیند موثر باشن. چجوری؟ شما ببینید آقای خمینی 6 فروردین آیت الله منتظری رو 6 فروردین 68 برکنار کرد، عزلش کرد که این کارم غیرقانونی بود. 14 خرداد هم درگذشتش، یه فرصت 2 بود، هیچ کسی هم کاری نمیتونست بکنه. بعدم مجلس خبرگان با اون قصه بافی های آقای هاشمی رفسنجانی آقای خامنه‌ای رو سری کردن رهبر. اما در مورد آقای خامنه‌ای اینجوری نیست. الان یه فرصت مهمی وجود داره که از چند وقت پیش این بحث شروع شده و الان شما میدونید رژیم با اینه که صدا و سیما رو داره، ائمه جمعه رو داره، رسانه‌ها در کنترلشه، شبکه های ماهواره‌ای، شبکه های مجازی، همین تلگرام الان تبدیل شده به رسانه اصلی ایران که خود وزیر اعلام کرد 22 میلیون ایرانی عضوش هستن. همین امروز تو خطبه های نماز جمعه آقای اعلم‌الهدا گفته تو این انتخابات 7 اسفند تلگرام بیشترین فتنه رو کردش علیه اشخاص معتبر، که منظورش خودش و کسای دیگه بودن. خب این شبکه‌های تلویزیونی، رادیوها، فیسبوک، تلگرام، همه اینا فعال خواهند شد و این سوابق همین مثلث هخل رو با مردم در میون خواهند گذاشت، در مورد اینا روشنگری خواهند کرد که اینها آدم‌هایی هستن که تو فسادهای عظیم اقتصادی دست داشتن. حتی مشتبه خامنه‌ای تو فساد اقتصادی بوده، یکی از چیزاش همون 800 میلیونی بودش که از شهرام جزائری گرفتن، که همون موقعی که آقای کروبی رو گفتن 300 میلیون از شهرام جزائری گرفته، آقای کروبی تو مجلس اصلا اعلام کرد، گفت آقای جنتی هم گرفته، بیت رهبری هم گرفتن، که بیت رهبری همین آقای مشتبه خامنه‌ای 800 میلیون. بسیار بسیار سپاسگزارم. وقتمون پایان است. بسیار ممنونم که در این برنامه صفحه آخر حضور داشتین. روزگارتان خوش در نیویورک. بله، بعد از شما دعوت خواهیم کرد، حتما قول دادین که درباره هاشمی شاهرودی دانسته هاتون رو ما هرچی میخوایم دانسته های ژورنالیستی شما رو بکشیم بیرون، شما مقاومت میکنیم، میایین تحلیل و تفسیر میکنیم که البته با ارزشه، ولی این دانسته های ژورنالیستی رو قول دادین درباره هاشمی شاهرودی و مشتبه خامنه ای در خدمتتون باشیم. روزتون خوش در نیویورک. بریم پرده آخر. میگم تو این کشور 2 که به هم نزدیکتر از من و رهبری باشن شما پیدا نمی‌کنید. پس شما آخر سوالم جواب بدید. بله. آخر سوال اینه که آیا ایشان رو همچنان دوست دارید؟ خیلی. خیلی. من عشقم آقای خامنه‌ایه. شب روزگار خوش.